سکه یورو واحد پولی و مظهر یک پارچگی اتحادیه اروپا در حال حاضر به دلیل بحران‌های مالی در برخی از 17 کشور حوزه یورو اتحادیه اروپا بقای آن سخت به مخاطره افتاده است. این امر نگرانی در مورد سرایت بحران‌های مالی اروپا را در سطح جهانی گسترش داده است. برخی از تحلیلگران بحران‌های مالی اروپا را به ورشکستگی بانک سرمایه‌گذاری لیمن برادرز و بحران مالی سال 2008 آمریکا تشبیه کردند که منجر به بحران‌های مالی و اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان شد. جیکوب کرکگارد، اقتصاددان مؤسسه اقتصاد جهانی پرینستون می‌گوید چنانچه بحران‌های مالی اروپا تشدید گردد، صدمات عمده‌ای به بازارهای مالی جهان وارد خواهد آورد. وی میگوید که در سال 2008 کنگره آمریکا با تصویب یک لایحه 700 میلیارد دلاری توانست با بحران‌های مالی این کشور مقابله کند، اما در اروپا 17 پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید هر کدام به طور جداگانه در مورد مقابله با بحران‌های مالی اروپا تصمیم بگیرند که این امر ارائه راه حلی را برای برون رفت از بحران‌های مالی به مراتب مشکل‌تر می‌سازد. در این رابطه جیمز والستون استاد دانشگاه امریکن میگوید که یورو در خطر نابودی است و صندوق بین‌المللی پول از سران اتحادیه اروپا مصرراً خواسته است تا از طریق تقویت نقدینگی بانک‌ها از گسترش بحران‌های مالی و سقوط یورو جلوگیری کنند. خطر سقوط یورو تا حدی است که تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا را بران داشت که برای ارائه پیشنهاداتی به طور غیرمنتظره در اجلاس وزیران دارایی اتحادیه اروپا شرکت کند. آقای گایتنر گفته است که بحران‌های مالی و اقتصادی و در مجموع ضعف اروپا در راستای منافع آمریکا نیست. یونان و چند کشور دیگر اروپایی در حال حاضر تحت برنامه‌های صرفه‌جویی ویژه‌ای قرار گرفتند که در یونان با مخالفت شدید مردم از جمله جمعیت کرولال‌های این کشور همراه بوده است. پال تیلر، کارشناس اقتصادی خبرگزاری رویترز می‌گوید به رغم اعتراضات مردم، یونان باید به طور جدی به برنامه‌های صرفه‌جویی خود از جمله کاهش هزینه‌های کشور و اخراج کارمندان دولت ادامه داده تا بتواند بدهی‌های خود را به موقع بپردازد. در غیر این صورت انتظار می‌رود که تا ماه آینده یونان اعلام ورشکستگی کند که ممکن است این امر به سایر کشورهای اروپایی نیز سرایت کند. از آغاز بحران‌های مالی یونان تا به حال، بحران‌های مالی برای اتحادیه اروپا نزدیک به 338 میلیارد دلار هزینه برداشته است. کوروش نادری، صدای آمریکا.